پرورش ذهن برتر، علم نوین، رهاسازی قدرت پنهان ذهن. کپی رایت رادیو NLP. توجه: این کتاب توسط هوش مصنوعی ترجمه و روایت شده، لذا پیشاپیش بابت اشتباهات احتمالی در تلفظ کلمات پوزش می طلبم. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا برخی افراد به طور طبیعی به سمت موفقیت، خوشبختی و رضایت از زندگی جذب می شوند، در حالی که دیگران با چالش‌های بی‌پایان و موانع دشوار روبرو هستند؟ آیا واقعاً امکان دارد که کلید دسترسی به زندگی‌های پر از موفقیت و آرامش در جایی نهفته باشد که تا به حال کمتر به اون توجه کرده ایم، در اعماق ذهن خودمان؟ در کتاب پرورش ذهن برتر، علم نوین، رهاسازی قدرت پنهان ذهن، ما شما را به سفری شگفت‌انگیز به دنیای ناشناخته ذهن و قدرت‌های خارق‌العاده آن دعوت می‌کنیم. این کتاب نه تنها پرده از رازهایی برمی‌دارد که تاکنون در پس پرده‌های علم و روانشناسی مخفی ماندند، بلکه به شما ابزارهایی ارائه می‌دهد که بتوانید این قدرت‌های پنهان را در زندگی خود به کار گیرید. با هر صفحه از این کتاب، شما نه تنها با دانش و آگاهی‌های نوین آشنا خواهید شد، بلکه به تدریج در میابید که قدرت واقعی درون شما نهفته است و شما قادر به دسترسی و کنترل آن هستید. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه با تکنیک‌های علمی و روانشناختی می‌توانید ذهن خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید و با استفاده از این ذهن برتر، موانع را پشت سر بگذارید، به اهداف خود برسید و زندگی‌هایی را که همیشه آرزویش را داشتید، بسازید. این کتاب برای کسانی است که به دنبال تحولی عمیق در زندگیشان هستند و آماده‌اند تا به سوی آینده‌ای روشن و موفق قدم بردارند. پس اگر آماده‌اید تا قدرت‌های پنهان ذهن خود را کشف کنید و از آنها برای ساختن زندگی دلخواهتون استفاده کنید، این کتاب همون چیزی است که به دنبال آن بودید. پرورش ذهن برتر راهنمای شما در سفری است که ممکن است همه چیز را در زندگی شما تغییر دهد. آیا آماده اید که اولین قدم را بردارید؟ فصل 1، مقدمه، سفری به سوی ذهن برتر. در طول تاریخ، بشر همواره به دنبال راه‌هایی بوده است تا بتواند زندگی خود را بهبود بخشد و به موفقیت‌های بزرگتری دست یابد. از تلاش‌های اولیه برای کشف آتش تا پیشرفت‌های شگرف علمی و فناوری در دنیای مدرن، میل به بهبود وضعیت و رسیدن به کمال همیشه در ذهن انسان وجود داشته است. اما با تمام این پیشرفت‌ها، یک پرسش اساسی همچنان باقی مانده است. آیا می توانیم ذهن خود را به گونه‌هایی تربیت کنیم که به سطحی بالاتر از توانایی‌های عادی دست یابد؟ آیا می توانیم از قدرت‌های پنهان ذهن خود استفاده کنیم تا به زندگی‌های بهتر، شادتر و موفق‌تر دست یابیم؟ این کتاب به دنبال پاسخ دادن به همین پرسش هاست. پرورش ذهن برتر، علم نوین، رهاسازی قدرت پنهان ذهن شما را به سفری دعوت می‌کند که در آن می‌توانید رازهای ناشناخته‌ای از ذهن خود را کشف کنید. این سفری است به عمق‌های ناپیدای ذهن، جایی که شاید پیش از این هرگز به آن فکر نکرده باشید. در این سفر، نه تنها با دانش علمی و روانشناختی روز دنیا آشنا خواهید شد، بلکه ابزارها و تکنیک‌های عملی برای استفاده از این دانش در زندگی روزمره نیز به شما ارائه خواهد شد. اما چرا باید ذهن خود را پرورش دهیم؟ چرا باید به دنبال قدرت‌های پنهانی باشیم که شاید هرگز به طور کامل از وجود آنها آگاه نبودیم؟ پاسخ این سوال‌ها در نحوه عملکرد ذهن و تأثیر آن بر زندگی ما نهفته است. ذهن ما با وجود اینکه یک ابزار فوق‌العاده قدرتمند است، در بسیاری از مواقع تحت تأثیر باورها، عادت‌ها و الگوهای فکری ناخودآگاه قرار دارد. این الگوها ممکن است محدود کننده باشند و ما را از دستیابی به پتانسیل کامل خود باز دارند. در دنیای مدرن، رقابت و فشارهای روزمره از هر زمان دیگری بیشتر شدند. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که سرعت تغییرات در آن سرسام‌آور است. فناوری‌هایی که هر روز معرفی می‌شوند، نیاز ما به تطبیق و یادگیری سریع‌تر از گذشته را افزایش دادند.
در این میان تنها کسانی که قادر به تطبیق ذهنی و استفاده از تمام ظرفیت‌های خود هستند می توانند در این رقابت برنده باشند. پرورش ذهن برتر کلید موفقیت در چنین جهانی است. یکی از مفاهیم اصلی که در این کتاب به آن پرداخته می شود، اهمیت شناخت و استفاده از ناخودآگاه است. ناخودآگاه بخشی از ذهن ماست که در پس پرده های آگاهی ما عمل می کند. این بخش از ذهن اطلاعاتی را که شاید خودمان از آنها آگاه نباشیم، ذخیره و پردازش می کند. تصور کنید که بتوانید به این منبع عظیم از اطلاعات دسترسی پیدا کنید و از اون برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. چه تأثیری بر زندگی شما خواهد داشت؟ بسیاری از افرادی که به موفقیت‌های بزرگ دست یافتند، حتی اگر خودشون هم از این موضوع آگاه نباشند، از قدرت ناخودآگاه خود بهره بردند. آنها به طور ناخودآگاه از باورهای مثبت و قدرت‌های درونی خود استفاده کردند تا بر چالش‌ها غلبه کنند و به قله‌های موفقیت برسند. شما نیز می توانید این قدرت را در خود کشف کنید و به کار بگیرید. در ادامه این کتاب با تکنیک‌های مختلفی آشنا خواهید شد که به شما کمک می‌کنند تا به ناخودآگاه خود دسترسی پیدا کنید و از آن برای بهبود زندگی خود استفاده کنید. از مدیتیشن و تمرینات ذهنی گرفته تا تکنیک‌های تجسم خلاق و تقویت حافظه، هر یک از این ابزارها به شما کمک خواهند کرد تا ذهن خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید. اما این کتاب فقط به جنبه‌های علمی و نظری محدود نمی‌شود. هدف ما این است که به شما نشان دهیم چگونه می‌توانید این دانش را در زندگی روزمره خود به کار ببرید. به عنوان مثال، شاید با استفاده از تکنیک‌های معرفی شده در این کتاب بتوانید استرس‌های روزمره را کاهش دهید، تمرکز خود را افزایش دهید و به اهداف شغلی و شخصی خود سریع‌تر دست یابید. تکنیک‌های ذهن‌آگاهی و هوش عاطفی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود، می‌توانند روابط شما را بهبود بخشند و به شما کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید. همچنین با استفاده از روش‌های تقویت حافظه و یادگیری، می‌توانید در کار و تحصیل خود پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشید. در نهایت، این کتاب یک راهنمای کامل برای کسانی است که می‌خواهند به طور جدی روی ذهن خود کار کنند و آن را به سطحی بالاتر ارتقا دهند. این سفری است که در آن نه تنها با دانش و آگاهی‌های نوین آشنا خواهید شد، بلکه به شما کمک می‌کند تا به توانایی‌های پنهان خود دست یابید و از آنها برای بهبود زندگی خود استفاده کنید. در طول این کتاب با مثال‌های واقعی و داستان‌های موفقیت افرادی که از این تکنیک‌ها استفاده کردند، آشنا خواهید شد. این داستان‌ها به شما نشان می‌دهند که پرورش ذهن برتر تنها یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت قابل دسترسی است. پس اگر آماده‌اید تا سفری به اعماق ذهن خود را آغاز کنید و به سوی آینده‌ای روشن‌تر و موفق‌تر گام بردارید، این کتاب همون چیزی است که به دنبال آن بودید. پرورش ذهن برتر، علم نوین رهاسازی، قدرت پنهان ذهن کلید شما برای دسترسی به توانایی‌های پنهان و بالقوه‌ای است در درون شما نهفته است. این سفری است که می‌تواند همه چیز را در زندگی شما تغییر دهد. آیا آماده اید که اولین قدم را بردارید؟ فصل 2، ساختار و عملکرد مغز. ذهن انسان همواره یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال شگفت‌انگیزترین موضوعاتی بوده که دانشمندان و فلاسفه سعی در فهم آن داشتند. مغز، این اندام کوچک و در عین حال قدرتمند، مرکز فرماندهی تمام فعالیت‌های ذهنی و بدنی ماست. اما چگونه می‌توان این حجم عظیم از توانایی‌ها و عملکردها را به شکلی مؤثرتر مدیریت و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید ساختار و عملکرد مغز را به دقت بررسی کنیم. 1. ساختار مغز، مروری بر آناتومی مغز. مغز انسان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که هر یک نقش ویژه‌ای در عملکرد ذهنی و جسمی ما ایفا می‌کنند. این بخش‌ها عبارتند از قشر مغز، سربرال کورتکس. قشر مغز بزرگترین و پیچیده‌ترین بخش مغز است که مسئول بسیاری از عملکردهای شناختی مانند تفکر، حافظه، ادراک و زبان است.
این بخش از مغز به دو نیم کره چپ و راست تقسیم شده که هر کدام نقش‌های متفاوتی در عملکردهای ذهنی دارند. نیم کره چپ بیشتر با منطق، تحلیل و زبان در ارتباط است، در حالی که نیم کره راست با خلاقیت، احساسات و تجسم در ارتباط است. سیستم لیمبیک، لیمبیک سیستم، این بخش از مغز مسئول پردازش احساسات و حافظه است. قسمت‌هایی مانند هیپوکامپ و آمیگدال در سیستم لیمبیک نقش کلیدی دارند. هیپوکامپ در شکل‌گیری حافظه و آمیگدال در پردازش احساسات، به ویژه ترس و خشم، دخالت دارد. مغز قدامی، پروفرونتال کورتکس، مغز قدامی یا قشر پیش پیشانی مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل رفتارهای پیچیده است. این بخش از مغز به ویژه در تصمیم گیری های اخلاقی و اجتماعی نقش دارد و همچنین به ما کمک می کند در برابر وسوسه ها و انگیزه های فوری مقاومت کنیم. مخچه، سربلوم، مخچه که در پایین و پشت مغز قرار دارد، در هماهنگی حرکات و حفظ تعادل نقش دارد. این بخش از مغز به طور خودکار حرکات ما را تنظیم و اصلاح می کند. ساقه مغز، برینستم، ساقه مغز مسئول تنظیم بسیاری از عملکردهای حیاتی مانند تنفس، ضربان قلب و خواب است. این بخش از مغز به دلیل نقش حیاتیایی که در حفظ حیات دارد، به عنوان یکی از ابتدایی ترین بخش‌های مغز شناخته می شود. دو، شبکه‌های عصبی، واحد‌های سازنده ذهن. مغز انسان از میلیاردها سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده که با یکدیگر از طریق ارتباطات شیمیایی و الکتریکی در تعامل هستند. هر نورون می‌تواند با هزاران نورون دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق شبکه‌های عصبی پیچیده‌ای را ایجاد کند که مسئول پردازش اطلاعات و ایجاد پاسخ‌های مناسب به محرک‌های محیطی هستند. هر تجربه‌ای که ما در زندگی خود داریم، هر چیزی که یاد می‌گیریم و حتی هر فکر و احساسی که داریم، در نهایت به تغییرات در این شبکه‌های عصبی منجر می‌شود. این پدیده که به عنوان پلاستیسیته عصبی شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که مغز ما همواره در حال تغییر و تطبیق با تجربیات جدید است. به عبارت دیگر، مغز ما می‌تواند خود را بر اساس نیازهای جدید بازسازی کند و این قابلیت یکی از بزرگترین نقاط قوت مغز انسان است. این شبکه‌های عصبی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. شبکه‌های عصبی حسی، این شبکه‌ها اطلاعاتی را که از حواس مختلف مانند بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی دریافت می‌شود، پردازش می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی یک شیر را می‌بینید، شبکه‌های عصبی بینایی درگیر پردازش اطلاعات مربوط به رنگ، شکل و حرکت آن شیر می‌شوند. شبکه‌های عصبی حرکتی، این شبکه‌ها مسئول کنترل حرکات بدنی هستند. وقتی تصمیم به انجام حرکتی می‌گیرید، این شبکه‌ها فرمان‌های لازم را به عضلات ارسال می‌کنند تا حرکت مورد نظر انجام شود. شبکه‌های عصبی شناختی، این شبکه‌ها مسئول فراینده شناختی مانند تفکر، یادگیری، حافظه و تصمیم‌گیری هستند. این شبکه‌ها با ارتباطات پیچیده بین نورون‌ها و بخش‌های مختلف مغز کار می‌کنند تا ما بتونیم مسائل پیچیده را تحلیل کنیم، از تجربیات گذشته درس بگیریم و برای آینده برنامه ریزی کنیم. 3. پلاستیسیته عصبی، مغز در حال تغییر. یکی از مفاهیم کلیدی که باید درک شود، پلاستیسیته عصبی است. پلاستیسیته عصبی به توانایی مغز در تغییر و بازسازی خود در پاسخ به تجربیات جدید، یادگیری‌ها و حتی آسیب‌ها اشاره دارد. این ویژگی شگفت‌انگیز مغز به ما امکان می‌دهد که با تمرین و تکرار مهارت‌های جدیدی را یاد بگیریم و الگوهای رفتاری جدیدی را در خود ایجاد کنیم. به عنوان مثال، وقتی شما یاد می‌گیرید که یک زبان جدید را صحبت کنید، مغز شما شبکه‌های عصبی جدیدی را ایجاد می‌کند که به شما کمک می‌کند تا کلمات، قواعد گرامری و تلفظ‌های جدید را یاد بگیرید. این شبکه‌ها با تمرین مداوم تقویت می‌شوند و به تدریج مهارت‌های زبانی شما بهبود می‌یابند. پلاستیسیته عصبی همچنین به ما کمک می‌کند تا با آسیب‌های مغزی مقابله کنیم. به عنوان مثال، در افرادی که سکته مغزی را تجربه کردند،
ممکن است بخش‌هایی از مغز آسیب دیده باشد که مسئول عملکردهای خاصی هستند. اما مغز می‌تواند با استفاده از پلاستیسیته عصبی، وظایف آن بخش‌ها را به بخش‌های دیگر منتقل کند و به این ترتیب به بازگشت عملکردی از دست رفته کمک کند. 4. ارتباطات عصبی، چگونه مغز اطلاعات را پردازش می‌کند؟ مغز ما از طریق یک شبکه پیچیده از ارتباطات عصبی اطلاعات را پردازش و تفسیر می‌کند. این ارتباطات به دو صورت شیمیایی و الکتریکی برقرار می‌شوند. نورون‌ها از طریق سیناپس‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. سیناپس‌ها نقاط اتصال بین نورون‌ها هستند که در آنجا پیام‌های عصبی از یک نورون به نورون دیگر منتقل می‌شوند. وقتی یک نورون پیام عصبی را دریافت می‌کند، این پیام به شکل یک پالس الکتریکی از طریق آکسون نورون به سیناپس فرستاده می‌شود. در سیناپس، پیام الکتریکی به یک پیام شیمیایی تبدیل می‌شود، به نورون بعدی منتقل می‌شود. این فرایند به طور مداوم و با سرعتی باور نکردنی در مغز اتفاق می‌افتد و به ما امکان می‌دهد تا به سرعت به محرک‌های محیطی پاسخ دهیم. نکته جالب این است که هر بار که شما یک تجربه جدید دارید یا چیزی را یاد می‌گیرید، سیناپس‌های جدیدی در مغز شما ایجاد می‌شوند و ارتباطات بین نورون‌ها تقویت می‌شوند. به عبارت دیگر، هر تجربه‌ای که شما دارید، مغز شما را به شکل فیزیکی تغییر می‌دهد. 5. تأثیر محیط و تجربه بر مغز، مغز چگونه تغییر می‌کند؟ مغز ما نه تنها از طریق ژنتیک، بلکه به وسیله محیط و تجربیات زندگی نیز شکل می‌گیرد. تجربه‌های روزمره، روابط اجتماعی، یادگیری‌های جدید و حتی استرس‌ها و چالش‌هایی که با آنها مواجه می‌شویم، همگی بر ساختار و عملکرد مغز تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، تحقیقاتی نشان دادند که کودکانی که در محیط‌های محروم از محبت و توجه بزرگ می‌شوند، به طور قابل توجهی در عملکرد شناختی و اجتماعی خود دچار مشکلاتی می‌شوند. این کودکان ممکن است در بزرگسالی دچار مشکلات عاطفی و روانی شوند که به دلیل تغییراتی است که در ساختار مغز آنها به وجود آمده است. از طرف دیگر، محیط‌های غنی از تحریکات مثبت و تجربیات یادگیری می‌توانند مغز را تقویت کنند و به بهبود عملکردهای شناختی و احساسی کمک کنند. به همین دلیل است که آموزش و تربیت مناسب در سنین کودکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 6. مغز، تصمیم گیری و اخلاق، چگونه مغز رفتار ما را هدایت می کند؟ یکی از بخش‌های کلیدی مغز که در تصمیم گیری‌ها و رفتارهای پیچیده ما نقش دارد، قشر پیشپیشانی، prefrontal cortex است. این بخش از مغز به ما کمک می‌کند تا تصمیماتی بگیریم که نه تنها بر اساس منافع کوتاه‌مدت، بلکه بر اساس. فصل 3، ناخودآگاه، کلید قدرت‌های پنهان. یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین جنبه‌های ذهن انسان، دنیای ناخودآگاه است. ناخودآگاه بخش بزرگی از ذهن ماست که فعالیت‌هایش به طور مستقیم از نظر آگاهی ما پنهان است. این بخش از ذهن به رغم نادیده گرفته شدن، تأثیر عمیق و گسترده‌ای بر رفتار، احساسات و تصمیم‌گیری‌های ما دارد. در این فصل به بررسی عمق‌های ناخودآگاه خواهیم پرداخت، کشف خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم به این منبع عظیم دسترسی پیدا کنیم و از آن برای تغییر و بهبود زندگیمان استفاده کنیم. 1. مفهوم ناخودآگاه، نمای کلی. ناخودآگاه به بخش‌هایی از ذهن اشاره دارد که خارج از آگاهی و کنترلمان قرار دارند. این بخش از ذهن شامل افکار، احساسات و خاطراتی است که به طور خودکار و بدون نیاز به تلاش آگاهانه بر رفتار و تصمیم‌گیری‌های ما تأثیر می‌گذارند. روانشناسان از جمله زیگموند فروید بر این باورند که ناخودآگاه تأثیر عمیقی بر رفتار ما دارد و بسیاری از مشکلات روانی و عاطفی ریشه در این بخش از ذهن دارند. به طور کلی، ناخودآگاه شامل دو بخش اصلی است. ناخودآگاه فردی، این بخش شامل تجارب، خاطرات و احساسات خاص به فرد است که ممکن است به دلیل عدم پردازش یا فراموشی به طور مستقیم در آگاهی فرد نباشد.
این خاطرات و احساسات می توانند بر رفتار و تصمیم گیری های فرد تأثیر بگذارند، حتی اگر فرد به طور آگاهانه از آنها بیخبر باشد. ناخودآگاه جمعی، این مفهوم که به وسیله کارل یونگ معرفی شده، به میراث روانی و فرهنگی مشترک انسانها اشاره دارد. ناخودآگاه جمعی شامل نمادها، آرکیتایپ‌ها و الگوهای روانی است که به طور مشترک در فرهنگ‌ها و نسل‌های مختلف وجود دارد و بر رفتار و تفکر جمعی تأثیر می‌گذارد. دو، نقش ناخودآگاه در رفتار و تصمیم گیری. ناخودآگاه به طور مداوم بر رفتارها و تصمیم گیری های ما تأثیر می گذارد، حتی اگر ما به طور آگاهانه از آن بیخبر باشیم. این تأثیرات می توانند در زمینه های مختلفی از جمله انتخاب های روزمره، روابط شخصی و حتی موفقیت های شغلی و تحصیلی مشاهده شوند. برای مثال، انتخاب های غیرارادی، بسیاری از انتخاب هایی که ما در زندگی روزمره انجام می دهیم، به طور ناخودآگاه تحت تأثیر باورها و احساسات پنهانی ما قرار دارند. ممکن است شما به طور ناخودآگاه به سمت شغف‌های خاصی جذب شید یا از برخی موقعیت‌ها دوری کنید بدون اینکه دلیل اون را به طور واضح درک کنید. تأثیرات عاطفی، احساسات و تجارب گذشته که به طور ناخودآگاه در ذهن ما ذخیره شدند، می‌توانند بر واکنش‌های عاطفی ما در موقعیت‌های مختلف تأثیر بگذارند. برای مثال، ممکن است به طور غیرقابل توضیحی از برخی افراد یا موقعیت‌ها احساس عدم راحتی کنید، حتی اگر به نظر نرسد که دلیل خاصی برای اون وجود داشته باشد. خودآگاهی و پذیرش، ناخودآگاه به ما کمک می‌کند تا خود را بهتر بشناسیم و مشکلات و تعارضات درونی خود را شناسایی کنیم. با فهم و پذیرش بخش‌های ناخودآگاه خود، می توانیم بر روی تغییرات مثبت و بهبود درونی تمرکز کنیم. 3. تکنیک های دسترسی به ناخودآگاه. برای بهره برداری از قدرت ناخودآگاه، باید تکنیک هایی را به کار گیریم که به ما کمک کنند به این بخش از ذهن دسترسی پیدا کنیم و از آن برای تغییر و رشد استفاده کنیم. در این بخش، به بررسی چندین تکنیک مؤثر خواهیم پرداخت. مدیتیشن و ذهن آگاهی. مدیتیشن یکی از تکنیک‌های مؤثر برای دسترسی به ناخودآگاه است. با تمرین مدیتیشن و ذهن‌آگاهی، می‌توانیم به آرامش و سکوت درونی دست یابیم و فضای مناسبی برای مشاهده و پردازش افکار و احساسات ناخودآگاه ایجاد کنیم. این تکنیک‌ها به ما کمک می‌کنند تا از حالت‌های خودکار و ناآگاهانه خارج شویم و به درون خود نگاهی عمیق‌تر بیندازیم. تصویرسازی ذهنی. تصویرسازی ذهنی یا تجسم تکنیکی است که در آن فرد تصاویری از اهداف و رویدادها را در ذهن خود تجسم می‌کند. این تکنیک می‌تواند به فعالسازی و تقویت باورهای ناخودآگاه و کمک به رسیدن به اهداف و آرزوهای فردی کمک کند. تجسم موفقیت و تحقق اهداف می‌تواند به تغییر باورهای محدود کننده و ایجاد الگوهای ذهنی مثبت کمک کند. هیپنوتیزم یکی از تکنیک‌های قدرتمند برای دسترسی به ناخودآگاه است. در حالت هیپنوتیک، فرد به حالت عمیق‌تری از آرامش و تمرکز دست می‌یابد که به او امکان می‌دهد به افکار و احساسات ناخودآگاه خود دسترسی پیدا کند. با استفاده از هیپنوتیزم، می‌توان به تغییر باورها، عادات و الگوهای رفتاری منفی پرداخت و بهبودهای قابل توجهی در زندگی ایجاد کرد. نوشتن و خودکاوی، نوشتن آزادانه و خودکاوی، یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای کشف ناخودآگاه است. با نوشتن بدون محدودیت و بدون فیلتر کردن افکار، می‌توان به بخش‌های پنهان ذهن دسترسی پیدا کرد و الگوها و نگرش‌های ناخودآگاه را شناسایی کرد. این تکنیک به فرد کمک می‌کند تا با مشکلات و چالش‌های درونی خود مواجه بشود و راه حل‌های مناسب را بیابد. 4. تأثیر تغییرات ناخودآگاه بر زندگی. تغییرات در ناخودآگاه می تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زندگی فرد داشته باشد. هنگامی که ما قادر به شناسایی و تغییر الگوهای ذهنی و باورهای ناخودآگاه خود می شویم، می توانیم بهبودهای قابل توجهی در زمینه‌های مختلف زندگی خود مشاهده کنیم. افزایش اعتماد به نفس.
با تغییر باورهای محدود کننده و ایجاد الگوهای مثبت ناخودآگاه می توان به افزایش اعتماد به نفس و بهبود تصویر خود از خود دست یافت. این تغییرات می توانند به فرد کمک کنند تا با چالش ها و فرصت ها با اعتماد بیشتری روبرو شود و اهداف خود نزدیک تر شود. بهبود روابط، تغییرات ناخودآگاه می توانند به بهبود روابط شخصی و حرفه‌ای کمک کنند. با شناسایی و تغییر الگوهای منفی و ناکارآمد در روابط، می توان به ایجاد ارتباطات سالمتر و مؤثرتر دست یافت و از تعارضات و مشکلات غیر ضروری جلوگیری کرد. تحقق اهداف با فعالسازی و تقویت باورهای مثبت و اهداف در ناخودآگاه می توان به تحقق اهداف فردی و شغلی نزدیکتر شد. تغییرات در ناخودآگاه می توانند به افزایش انگیزه، تمرکز و تلاش برای دستیابی به اهداف کمک کنند و مسیر موفقیت را هموارتر سازند. 5. داستانهای موفقیت، نمونه هایی از تأثیرات ناخودآگاه. برای درک بهتر تأثیرات ناخودآگاه، می توان به داستانهای موفقیت افرادی که توانستند از قدرت ناخودآگاه خود بهره برداری کنند، نگاهی بیندازیم. این داستانها نشان می دهند که چگونه تغییرات در ناخودآگاه می توانند به نتایج شگفت‌انگیزی در زندگی افراد منجر شوند. داستان جیم کاری، کمدین و بازیگر معروف، از تکنیک های تجسم برای دستیابی به موفقیت های بزرگ استفاده کرده است. او به طور مداوم تصویری از موفقیت های آینده خود را تجسم می کرد و به اهداف خود باور داشت. این تکنیک ها به او کمک کردند تا به موفقیت های بزرگ در صنعت سرگرمی دست یابد و به یک الگوی موفقیت تبدیل شود. داستان آنتونی رابینز، نویسنده و مربی موفق، با استفاده از تکنیک های هیپنوتیزم و تغییر الگوهای ناخودآگاه توانسته است به بسیاری از افراد کمک کند تا به اهداف شخصی و شغلی خود دست یابند. داستان‌های موفقیت مشتریان او نشان دهنده تأثیرات عمیق و مثبت تغییرات ناخودآگاه بر زندگی افراد است. با بررسی این داستان‌ها و درک تأثیرات ناخودآگاه، می توانیم به این نتیجه برسیم که توانایی‌های پنهان ذهن ما می تواند نقش مهمی در تغییر و بهبود زندگیمان ایفا کند. درک و بهره برداری از قدرت ناخودآگاه ما را قادر می سازد تا به سطوح بالاتری از موفقیت، خوشبختی و تحقق اهداف دست یابیم. فصل 4، رهایی از باورهای محدود کننده، راهکارهای عملی برای تغییر الگوهای ذهنی. هر فردی در طول زندگی خود با باورها و نگرش‌هایی مواجه می‌شود که می‌تواند محدود کننده و مانع از رسیدن به اهداف و تحقق پتانسیل‌های واقعی‌اش باشد. این باورها که به طور عمده از تجربیات گذشته، فرهنگی یا اجتماعی نشأت می‌گیرند، به شکل ناخودآگاه بر رفتار و تصمیم‌گیری‌های ما تأثیر می‌گذارند. در این فصل به بررسی باورهای محدود کننده و راهکارهای عملی برای تغییر آنها خواهیم پرداخت تا بتوانیم به آزادی ذهنی و تحقق اهداف خود دست یابیم. 1. شناسایی باورهای محدود کننده. باورهای محدود کننده به عقایدی اطلاق می شود که به طور ناخودآگاه به ما می گویند که نمی تونیم به اهداف و خواسته های خود برسیم. این باورها ممکن است در زمینه های مختلفی از جمله موفقیت، خودارزشی، روابط و توانایی‌های شخصی وجود داشته باشند. برای شناسایی این باورها باید به نشانه‌های زیر توجه کنیم. افکار منفی و انتقادی. اگر به طور مداوم با افکار منفی و انتقادی درباره خود و توانایی‌هایتان مواجه هستید، ممکن است این افکار نشانه‌ای از باورهای محدود کننده باشند. به عنوان مثال، ممکن است به خود بگویید: من هرگز نمیتونم موفق شوم یا من به اندازه کافی خوب نیستم. عدم اقدام و تعلل. اگر متوجه شدید که به رغم تمایل و آرزوهای خود از اقدام به عمل در جهت رسیدن به اهداف خود خودداری میکنید، ممکن است این مسئله ناشی از باورهای محدود کننده باشه. این باورها میتوانند به شما بگویند که این کار خیلی سخت است یا من نمیتوانم از عهده آن برایم. تکرار الگوهای منفی.
اگر در زندگیتان به طور مکرر با مشکلات مشابه و ناکامی ها مواجه هستید، این می تواند نشانه ای از وجود باورهای محدود کننده باشد که به طور ناخودآگاه باعث تکرار این مشکلات می شوند. دو، منشای باورهای محدود کننده، ریشه‌یابی و تحلیل. برای تغییر باورهای محدود کننده، باید به ریشه های آنها پی ببریم و منشای آنها را تحلیل کنیم. باورهای محدود کننده معمولاً از منابع زیر نشاط می گیرند. تجربیات گذشته، بسیاری از باورهای محدود کننده به تجربیات منفی گذشته مربوط می شود. به عنوان مثال، اگر در گذشته شکست خورده اید یا به شما گفته شده که نمی توانید به چیزی دست یابید، این تجربیات می توانند باعث ایجاد باورهای محدود کننده در شما شوند. فرهنگ و جامعه، باورهای اجتماعی و فرهنگی می توانند بر نگرش ها و باورهای فردی تأثیر بگذارند. برای مثال، فشارهای اجتماعی برای پیروی از استانداردهای خاص یا محدودیت‌هایی که جامعه به شما تحمیل می‌کند، می‌تواند به ایجاد باورهای محدود کننده منجر شود. تأثیرات خانوادگی، خانواده و محیط‌های تربیتی نقش زیادی در شکل‌گیری باورهای فردی دارند. انتظارات و انتقادات والدین یا الگوهای رفتاری خانواده می‌تواند باعث شکل‌گیری باورهای محدود کننده شود. 3. راهکارهای عملی برای تغییر باورهای محدود کننده. برای تغییر باورهای محدود کننده و جایگزینی آنها با باورهای مثبت و سازنده، می توان از روشها و تکنیک های مختلف استفاده کرد. شناسایی و چالش با باورها، اولین قدم برای تغییر باورهای محدود کننده، شناسایی آنها و چالش با سخت آنهاست. با خود بیاندیشید که آیا این باورها واقعی و منطقی هستند یا خیر. می توانید با نوشتن باورهای محدود کننده خود و تحلیل دلایل و شواهدی که به آنها تکیه می کنید به این کار بپردازید. جایگزینی با باورهای مثبت. بعد از شناسایی و چالش با باورهای محدود کننده، باید آنها را با باورهای مثبت و سازنده جایگزین کنید. به عنوان مثال، اگر باور دارید که من هرگز نمیتوانم موفق شوم، میتوانید اون را با باور مثبت، من قادر به موفقیت هستم و توانایی رسیدن به اهداف خود را دارم، جایگزین کنید. تکرار و تجسم. برای تثبیت باورهای جدید، باید آنها را به طور مداوم تکرار کرده و تجسم کنید. با تکرار روزانه جملات تأکیدی مثبت و تجسم موفقیت‌های خود، می توانید به تغییر باورهای محدود کننده کمک کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. توسعه مهارت‌ها و توانایی‌ها. با توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های خود، می توانید به باورهای جدید و مثبت نسبت به خود و توانایی‌هایتان دست یابید. شرکت در دوره‌های آموزشی، یادگیری مهارت‌های جدید و انجام فعالیت‌هایی که به رشد شخصی کمک می‌کند، می تواند به تغییر باورهای محدود کننده کمک کند. 4. نمونه های موفق، افراد و داستان هایی که باورهای محدود کننده را شکستند. برای الهام گرفتن و مشاهده تأثیر تغییر باورها، می توان به داستان های موفق افرادی که توانستند باورهای محدود کننده را شکست دهند و به موفقیت های بزرگ دست یابند نگاهی بیندازیم. داستان جی کانفیلد، نویسنده و مربی موفق، در گذشته با باورهای محدود کننده زیادی روبرو بود. او اعتقاد داشت که نمیتونه نویسنده موفقی شود و به سختی میتونست فروش کتابهای خود را بالا ببره. با تغییر نگرش و باورهای خود و با تمرین تکنیکهای تغییر باور، او توانست به موفقیتهای بزرگی دست یابد و کتابهایش به فروش میلیونی رسید. داستان اپرا وینفری، مجری و تهیه کننده معروف، در دوران کودکی با چالش‌های زیادی روبرو بود و باورهای محدود کننده‌ای درباره توانایی‌های خود داشت. با تلاش برای تغییر این باورها و پذیرش توانایی‌های خود، او توانست به یکی از موفق‌ترین شخصیت‌های رسانه‌ای و تجاری تبدیل شود. 5. نقش حمایت اجتماعی در تغییر باورها. حمایت اجتماعی و ارتباط با افرادی که باورهای مثبت و انگیزشی دارند می تواند تأثیر زیادی بر فرایند تغییر باورها داشته باشد.
محیط اجتماعی مثبت و حمایتی به شما کمک می‌کند تا باورهای جدید و سازنده را تقویت کنید و از چالش‌های منفی و انتقادات منفی جلوگیری کنید. شبکه‌های حمایتی، پیوستن به گروه‌های حمایتی، انجمن‌ها یا شبکه‌های اجتماعی که افراد مشابهی با اهداف و باورهای مثبت دارند، می‌تواند به شما انگیزه و انرژی برای تغییر باورهای محدود کننده بدهد. مشاوره و راهنمایی، مشاوره با روانشناسان، مربیان یا مشاوران حرفه‌ای می‌تواند به شما کمک کند تا به درک بهتری از باورهای محدود کننده خود برسید و راهکارهای عملی برای تغییر آنها پیدا کنید. 6. نتیجه گیری، مسیر به سوی آزادی ذهنی. تغییر باورهای محدود کننده یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و تعهد است. با شناسایی باورهای محدود کننده، تحلیل منشای آنها و استفاده از تکنیک‌های عملی برای تغییر آنها، می توانید به آزادی ذهنی و تحقق پتانسیل‌های واقعی خود دست یابید. به یاد داشته باشید که تغییرات مثبت در باورهای شما می تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زندگی شما داشته باشد و شما را قادر به رسیدن به موفقیت‌ها و خوشبختی‌های بزرگتر خواهد کرد. فصل 5، قدرت ذهن و بدن، ارتباط عمیق و تأثیرات آن بر زندگی. ذهن و بدن به طور عمیق و پیچیده‌ای به یکدیگر مرتبط هستند. این ارتباط متقابل نه تنها بر سلامتی جسمی و روانی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر کیفیت زندگی و تجربه‌های روزمره ما نیز تأثیر می‌گذارد. در این فصل به بررسی رابطه بین ذهن و بدن خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چگونه میتوان با بهره برداری از این ارتباط به بهبود وضعیت جسمی و روانی و رسیدن به اهداف زندگی کمک کرد. 1. ارتباط میان ذهن و بدن، مبانی علمی و نظری. ارتباط بین ذهن و بدن از جنبه‌های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است. این ارتباط که به طور علمی تحت عنوان ارتباط ذهن بدن شناخته می شود، نشان دهنده تأثیرات متقابل و عمیق بین وضعیت روانی و فیزیولوژی بدن است. اثر استرس بر سلامت جسمی، استرس مزمن می تواند تأثیرات منفی زیادی بر سلامت جسمی داشته باشد. هورمون های استرس مانند کورتیزول می توانند باعث التهاب، مشکلات قلبی و کاهش سیستم ایمنی بدن شوند. تحقیقات نشان داده است که استرس و نگرانی‌های ذهنی می‌توانند به بروز مشکلات جسمی جدی منجر شوند. تأثیر ذهن بر سیستم ایمنی، وضعیت روانی مثبت و احساسات شاد می‌توانند تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. مطالعات نشان دادند که افراد با نگرش مثبت و ذهنیت سالم کمتر به بیماری‌ها مبتلا می‌شوند و توانایی بهبودی سریع‌تری دارند. تأثیرات فیزیولوژیک افکار و احساسات مثبت یا منفی می توانند بر فعالیت‌های فیزیولوژیک بدن تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، تجسم‌های مثبت و تفکرات شاد می توانند باعث کاهش فشار خون و بهبود عملکرد قلب شوند. 2. مدیتیشن و آرامش، تقویت رابطه ذهن و بدن. مدیتیشن و تکنیک‌های آرامش یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تقویت ارتباط بین ذهن و بدن و بهبود سلامت کلی هستند. این تکنیک‌ها به کاهش استرس، بهبود تمرکز و ارتقای احساسات مثبت کمک می‌کنند. مدیتیشن ذهن‌بدنی، مدیتیشن‌های تمرکزی مانند مدیتیشن تمرکز بر نفس به آرامش ذهن و بدن کمک می‌کنند و می توانند به کاهش سطح استرس و بهبود کیفیت خواب کمک کنند. با تمرین منظم، مدیتیشن می تواند به افزایش آگاهی نسبت به وضعیت جسمی و روانی کمک کند. آرامسازی عمیق، تکنیک های آرامسازی عمیق، مانند تنفس عمیق و آرامش عضلانی می توانند به کاهش تنش های جسمی و روانی کمک کنند. این تکنیک‌ها به فرد کمک می‌کنند تا به حالت آرامش عمیق‌تری دست یابند و از تأثیرات منفی استرس بر بدن کاسته شود. یوگا و تمرینات حرکتی نیز به تقویت ارتباط بین ذهن و بدن کمک می‌کنند. این تمرینات به فرد کمک می‌کنند تا به هماهنگی بهتری بین جسم و ذهن برسد و بهبود انعطاف‌پذیری، قدرت و تعادل بدن را تجربه کند.
3. تأثیر تغذیه بر سلامت روان و جسم. تغذیه مناسب یکی دیگر از عوامل کلیدی در تقویت ارتباط بین ذهن و بدن است. رژیم غذایی متعادل و سالم می تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت روانی و جسمی داشته باشد. مواد غذایی مؤثر بر وضعیت روانی. برخی از مواد غذایی می توانند تأثیرات مثبتی بر حالت روانی داشته باشند. به عنوان مثال، مواد غذایی غنی از امگا منفی 3 مانند ماهی و دانه های چیا می توانند به بهبود وضعیت روحی و کاهش علائم افسردگی کمک کنند. همچنین مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه ب مانند سبزیجات برگ سبز و غلات کامل می توانند به حفظ سلامت مغز و کاهش استراب کمک کنند. تأثیر قند و کافئین. مصرف زیاد قند و کافئین می تواند تأثیرات منفی بر وضعیت روانی و جسمی داشته باشد. قند زیاد می تواند باعث نوسانات در سطح انرژی و تغییرات خلقی شود، در حالی که مصرف زیاد کافئین می تواند باعث اضطراب و بیخوابی گردد. تغذیه و عملکرد ذهنی. تغذیه مناسب می تواند به بهبود تمرکز، حافظه و عملکرد شناختی کمک کند. مصرف مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها و مواد مغزی می تواند به محافظت از سلول های مغزی و بهبود کارایی ذهنی کمک کند. 4. تکنیک های عملی برای بهبود ارتباط ذهن و بدن. برای بهره برداری از ارتباط بین ذهن و بدن و بهبود سلامت کلی می توان از تکنیک های عملی زیر استفاده کرد. تنظیم برنامه خواب منظم، خواب کافی و با کیفیت نقش مهمی در بهبود سلامت جسمی و روانی دارد. با تنظیم برنامه خواب منظم و ایجاد شرایط مناسب برای خواب، می توان به بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس و خستگی کمک کرد. فعالیت بدنی منظم، انجام فعالیت‌های بدنی منظم، مانند پیاده‌روی، دویدن یا ورزش‌های دیگر، به تقویت سلامت جسمی و روانی کمک می‌کند. فعالیت بدنی منظم می‌تواند به کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش انرژی کمک کند. مراقبت از خود. مراقبت از خود شامل فعالیت‌هایی است که به بهبود وضعیت جسمی و روانی کمک می‌کند، مانند حمام گرم، ماساژ و وقت گذراندن در طبیعت. این فعالیت ها می توانند به کاهش تنش و ارتقاء احساس آرامش و رفاه کمک کنند. ارتباط با طبیعت. ارتباط با طبیعت و گذراندن وقت در محیط های طبیعی می تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت روانی و جسمی داشته باشد. وقت گذراندن در فضای سبز و محیط های طبیعی می تواند به کاهش استرس و بهبود خلق و خو کمک کند. 5. داستان های موفق. چگونه تقویت ارتباط ذهن و بدن به بهبود زندگی کمک کرد؟ برای درک بهتر تأثیرات مثبت تقویت ارتباط ذهن و بدن، می توان به داستان‌های موفق افرادی که توانستند با استفاده از این ارتباط به بهبود کیفیت زندگی خود دست یابند، نگاهی بیندازیم. داستان ماری. ماری که در طول زندگی خود با مشکلات اضطراب و استرس مزمن مواجه بود، تصمیم به انجام مدیتیشن و تکنیک‌های آرامش گرفت. با تمرین منظم مدیتیشن و یوگا، او توانست به کاهش سطح استرس و بهبود کیفیت زندگی خود دست یابد. تجربه‌های او نشان دهنده تأثیرات مثبت ارتباط ذهن و بدن بر وضعیت روانی و جسمی است. داستان دیوید. دیوید، ورزشکار حرفه‌ای، با استفاده از تکنیک‌های تجسم و تغذیه مناسب، توانست به بهبود عملکرد ورزشی و افزایش انرژی خود دست یابد. او تجربه کرد که با تقویت ارتباط ذهن و بدن می تواند به نتایج بهتری در مسابقات ورزشی دست یابد و به زندگی سالمتری دست یابد. 6. نتیجه گیری. قدرت ارتباط ذهن و بدن در تحول زندگی. تقویت ارتباط بین ذهن و بدن یکی از کلیدهای اصلی برای بهبود سلامت کلی و کیفیت زندگی است. با بهره برداری از تکنیک ها و روش های مؤثر برای بهبود این ارتباط، می توان به کاهش استرس، بهبود وضعیت جسمی و روانی و رسیدن به اهداف زندگی کمک کرد. به یاد داشته باشید که ارتباط عمیق بین ذهن و بدن به ما این امکان رو می دهد که به سطح جدیدی از رفاه و موفقیت دست یابیم و زندگی‌های سالم‌تر و شادابتر را تجربه کنیم.
فصل 6 هدف‌گذاری و انگیزش. چگونه اهداف واضح و انگیزه قوی می‌توانند مسیر زندگیتان را تغییر دهند؟ داشتن اهداف واضح و انگیزه قوی یکی از اصول بنیادی برای رسیدن به موفقیت و تحقق پتانسیل‌های شخصی است. اهداف به ما جهت و معنی می‌دهند و انگیزه به ما انرژی و تعهد برای پیگیری آنها را می‌دهد. در این فصل به بررسی روش‌های مؤثر برای تعیین اهداف و تقویت انگیزه خواهیم پرداخت تا بتوانید به وضوح و قدرت بیشتری در مسیر زندگی خود حرکت کنید. 1. اهمیت هدف‌گذاری. چرا اهداف ضروری هستند؟ هدف‌گذاری یکی از مهمترین عناصری است که می‌تواند بر موفقیت و پیشرفت شخصی تأثیر بگذارد. اهداف به فرد جهت می‌دهند، انگیزه ایجاد می‌کنند و به تحقق چشم‌اندازهای بزرگتر کمک می‌کنند. ایجاد جهت و تمرکز. داشتن اهداف واضح به شما کمک می‌کند تا از اهداف و برنامه‌های خود آگاه باشید و به تمرکز بر فعالیت‌ها و تصمیمات خود بپردازید. بدون اهداف مشخص، ممکن است به راحتی از مسیر خود منحرف شوید و نتوانید به دستاوردهای مورد نظر خود برسید. افزایش انگیزه و انرژی. اهداف به شما انگیزه و انرژی برای تلاش بیشتر و ادامه مسیر می‌دهند. با داشتن هدفی مشخص، احساس انگیزه و تعهد بیشتری برای دستیابی به آن خواهید داشت و این می‌تواند به افزایش سطح انرژی و کارایی شما کمک کند. اندازه‌گیری پیشرفت. اهداف به شما امکان می‌دهند که پیشرفت خود را اندازه‌گیری کرده و موفقیت‌ها و شکست‌های خود را ارزیابی کنید. با تعیین اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری، می‌توانید به راحتی بفهمید که در چه مرحله‌ای از مسیر خود قرار دارید و نیاز به تغییر یا بهبود دارید یا خیر. 2. تعیین اهداف سمارت. روش‌های مؤثر برای هدف‌گذاری. برای تعیین اهداف مؤثر و قابل دستیابی، می‌توان از روش سمارت استفاده کرد. این روش به شما کمک می‌کند تا اهداف خود را به طور مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان تعریف کنید. مشخص. هدف باید به وضوح بیان شود و مشخص باشد که چه چیزی می‌خواهید به دست آورید. به عنوان مثال، به جای گفتن می‌خواهم موفق شوم، بگید می‌خواهم یک پروژه موفق را به پایان برسانم. قابل اندازه‌گیری. هدف باید به گونه‌هایی تعریف شود که بتوان پیشرفت آن را اندازه‌گیری کرد. این به شما امکان می‌دهد تا بفهمید چه میزان پیشرفت کرده اید و آیا به هدف خود نزدیک شده اید یا خیر. قابل دستیابی. هدف باید واقع‌بینانه و قابل دستیابی باشد. تعیین اهدافی که بتوانید به آنها برسید به شما انگیزه و اعتماد به نفس می‌دهد. به عنوان مثال، تعیین هدف برای یادگیری یک مهارت جدید در مدت زمان معقول. مرتبط. هدف باید با چشم‌انداز کلی و اهداف بلندمدت شما مرتبط باشد. اطمینان حاصل کنید که اهدافی که تعیین می‌کنید به تحقق اهداف بزرگتر و برنامه‌های زندگی شما کمک می‌کنند. محدود به زمان. هدف باید دارای زمان مشخصی برای دستیابی باشد. این به شما کمک می‌کند تا زمان خود را به طور مؤثر مدیریت کنید و به دنبال برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف در زمان معین باشید. 3. افزایش انگیزه. تکنیک‌های عملی برای حفظ انگیزه. برای تحقق اهداف و حفظ انگیزه، می‌توان از تکنیک‌های مختلف استفاده کرد که به شما کمک می‌کنند تا در مسیر باقی بمانید و از چالش‌ها عبور کنید. تعیین انگیزه‌های شخصی. شناسایی انگیزه‌های شخصی و دلایل اصلی برای دستیابی به هدف به شما کمک می‌کند تا در مواقع سختی و چالش‌ها به یاد بیاورید که چرا این هدف برای شما مهم است. نوشتن انگیزه‌های شخصی و مرور آنها به طور منظم می‌تواند به افزایش انگیزه کمک کند. ایجاد برنامه‌های جزئی و پاداش‌ها. تقسیم اهداف بزرگ به مراحل کوچکتر و تعیین برنامه‌های اجرایی می‌تواند به شما کمک کند تا پیشرفت خود را مشاهده کنید و انگیزه خود را حفظ کنید. همچنین تعیین پاداش‌های کوچک برای هر مرحله‌ای که به آن رسیدید می‌تواند به افزایش انگیزه کمک کند. محیط حمایتی. داشتن یک محیط حمایتی و مثبت می‌تواند به شما کمک کند تا انگیزه خود را حفظ کنید. ارتباط با افرادی که از شما حمایت می‌کنند و
و تشویق می‌کنند، می‌تواند به شما انرژی و انگیزه بیشتری بدهد. تکنیک‌های تجسم، تجسم موفقیت و رسیدن به هدف می‌تواند به افزایش انگیزه و اعتماد به نفس کمک کند. با تجسم موفقیت‌های خود و تصور کردن اینکه چگونه به هدف خود دست می‌یابید، می‌توانید به تقویت انگیزه و حفظ تمرکز بر روی هدف کمک کنید. 4. مدیریت موانع و شکست‌ها، راهکارهای مقابله با چالش‌ها. در مسیر دستیابی به اهداف، ممکن است با موانع و شکست‌هایی مواجه شوید. مهم است که بدانید چگونه با این چالش‌ها مقابله کنید و از آنها به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد استفاده کنید. تجزیه و تحلیل مشکلات. وقتی با چالشی مواجه می‌شوید، به دقت مشکل را تحلیل کنید و علت‌های احتمالی آن را شناسایی کنید. این به شما کمک می‌کند تا راهکارهای مؤثرتری برای حل مشکلات پیدا کنید و از تکرار آنها جلوگیری کنید. انعطاف پذیری و تغییر استراتژی. اگر به نظر می‌رسد که مسیر دستیابی به هدف با مشکلاتی مواجه است، ممکن است نیاز به تغییر استراتژی و برنامه‌ریزی داشته باشید. انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر مسیر می‌تواند به شما کمک کند تا با چالش‌ها مقابله کنید و به جلو حرکت کنید. یادگیری از شکست‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌ها بخشی از فرایند یادگیری و رشد هستند. به جای دیدن شکست‌ها به عنوان موانع، آنها را به عنوان فرصت‌هایی برای یادگیری و بهبود در نظر بگیرید. با تجزیه و تحلیل شکست‌ها و یادگیری از آنها، می‌توانید به موفقیت‌های بیشتری دست یابید. 5. داستان‌های موفق، چگونه هدف گذاری و انگیزش به تغییرات بزرگ منجر شده است. برای الهام گیری و مشاهده تأثیرات مثبت هدف گذاری و انگیزش، به داستان‌های موفق افرادی که توانستند با استفاده از این اصول به تغییرات بزرگ در زندگی خود دست یابند، نگاهی بیندازیم. داستان سارا، سارا که به دلیل مشکلات مالی و شغلی در زندگی خود دچار بحران بود، تصمیم به تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی دقیق برای تغییر وضعیت خود گرفت. با استفاده از روش سمارت و حفظ انگیزه، او توانست کسب و کار خود را راه اندازی کرده و به موفقیت‌های مالی و حرف‌های بزرگی دست یابد. داستان جان، جان ورزشکار حرفه‌ای با استفاده از تکنیک‌های تجسم و تعیین اهداف مشخص، توانست به نتایج عالی در مسابقات ورزشی دست یابد. او با حفظ انگیزه و تعهد به تمرینات و برنامه ریزی دقیق توانست به قهرمانی در سطح جهانی دست یابد. 6. نتیجه گیری، قدرت هدف گذاری و انگیزش در تحول زندگی. هدف گذاری و انگیزش از اصول اساسی برای موفقیت و تحقق پتانسیل های شخصی هستند. با تعیین اهداف واضح و استفاده از تکنیک های مؤثر برای حفظ انگیزه، می توانید به مسیر خود ادامه دهید و به دستاوردهای بزرگی برسید. به یاد داشته باشید که هدف گذاری و انگیزش به شما امکان می دهند تا بر چالش ها غلبه کنید و به تحقق رویاهای خود نزدیک تر شوید. فصل 7. مدیریت زمان و بهره‌وری، چگونه زمان خود را بهینه کنید و به موفقیت های بزرگ دست یابید. مدیریت زمان یکی از مهارت‌های کلیدی برای رسیدن به موفقیت و بهره‌وری در زندگی شخصی و حرفه‌ای است. توانایی بهینه‌سازی زمان و اولویت‌بندی وظایف می‌تواند به شما کمک کند تا به اهداف خود دست یابید و از فرصت‌های موجود بهره برداری کنید. در این فصل به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های مؤثر برای مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری خواهیم پرداخت. 1. اهمیت مدیریت زمان، چرا باید به زمان خود توجه کنیم؟ مدیریت زمان به معنای سازماندهی و برنامه ریزی مؤثر فعالیت‌ها و وظایف برای دستیابی به اهداف و استفاده بهینه از زمان است. این مهارت به شما کمک می‌کند تا کارها را به موقع انجام دهید، استرس را کاهش دهید و زمان خود را به نحو احسن استفاده کنید. افزایش بهره‌وری با مدیریت زمان مؤثر، می توانید بیشترین بهره‌وری را از زمان خود ببرید و به نتایج بهتری دست یابید. این به شما کمک می کند تا با استفاده از زمان محدود خود، کارهای بیشتری را انجام دهید و به اهداف خود نزدیک تر شوید. کاهش استرس،
برنامه ریزی و مدیریت زمان به شما کمک می کند تا با پیشبینی و سازماندهی فعالیت ها از بروز فشار و استرس ناشی از انجام کارها در آخرین لحظه جلوگیری کنید. این می تواند به بهبود وضعیت روانی و افزایش آرامش کمک کند. ایجاد تعادل با مدیریت زمان می توانید زمان مناسب برای کار، استراحت و فعالیت های اجتماعی پیدا کنید. این به شما کمک می کند تا تعادل بهتری بین زندگی حرفایی و شخصی خود برقرار کنید و از وقت خود به نحو مطلوب استفاده کنید. 2. برنامه ریزی مؤثر، ابزارها و تکنیک ها برای مدیریت زمان. برنامه ریزی مؤثر یکی از کلیدهای مدیریت زمان است. با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مناسب می توانید زمان خود را بهینه کنید و به بهره‌وری بالاتری دست یابید. برنامه ریزی روزانه و هفتگی، تنظیم برنامه روزانه و هفتگی به شما کمک می کند تا وظایف و فعالیت‌های خود را به طور منظم برنامه ریزی کنید. با تعیین اولویت‌ها و زمان بندی کارها می توانید از زمان خود به بهترین نحو استفاده کنید و به اهداف خود نزدیک‌تر شوید. استفاده از فهرست کارها، ایجاد فهرست کارها و وظایف to-do list به شما کمک می کند تا از فعالیت‌های خود آگاه باشید و به ترتیب اهمیت آنها را انجام دهید. این ابزار ساده اما مؤثر می تواند به افزایش سازماندهی و کاهش فراموشی کمک کند. تکنیک‌های زمانبندی، تکنیک‌های مختلف زمانبندی مانند تکنیک پومودورو، پومودورو تکنیک و تکنیک‌های زمانبندی بلوکی، تایم بلاکینگ می توانند به شما کمک کنند تا زمان خود را به طور مؤثر تقسیم کنید و از زمان خود بهره برداری کنید. به عنوان مثال، تکنیک پومودورو شامل کار کردن به مدت 25 دقیقه و سپس استراحت 5 دقیقه است که به افزایش تمرکز و کاهش خستگی کمک می کند. 3. مدیریت هواسپورتی، چگونگی مقابله با مزاحمت‌ها و حفظ تمرکز. هواسپورتی یکی از بزرگترین موانع در مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری است. برای حفظ تمرکز و مقابله با مزاحمت‌ها، می توان از تکنیک‌ها و روش‌های زیر استفاده کرد. ایجاد محیط کاری مناسب، محیط کاری شما می تواند تأثیر زیادی بر تمرکز و بهره‌وری شما داشته باشد. با ایجاد یک محیط آرام و منظم، از هواسپورتی‌های غیر ضروری جلوگیری کنید و شرایط مناسبی برای کار فراهم کنید. مدیریت تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مانند تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند باعث هواسپورتی شود. با استفاده از تکنیک‌های مدیریت تکنولوژی مانند خاموش کردن اعلان‌ها و تعیین زمان‌های مشخص برای بررسی ایمیل و پیام‌ها می‌توانید تمرکز خود را حفظ کنید. استفاده از تکنیک‌های تمرکز، تکنیک‌های مختلفی برای افزایش تمرکز وجود دارد، مانند تکنیک‌های تنفس عمیق و تجسم مثبت. با استفاده از این تکنیک‌ها، می‌توانید ذهن خود را برای انجام وظایف و فعالیت‌های مهم آماده کنید و از هواسپورتی‌ها دوری کنید. 4. اولویت بندی وظایف، چگونه وظایف خود را به ترتیب اهمیت انجام دهیم؟ اولویت بندی وظایف به شما کمک می کند تا مهمترین و ضروری ترین کارها را در اولویت قرار دهید و از وقت خود به بهترین نحو استفاده کنید. برای اولویت بندی مؤثر می توان از تکنیک های زیر استفاده کرد. تحلیل ماتریس آیزنهاور، ماتریس آیزنهاور، ایزنهاور ماتریس به شما کمک می کند تا وظایف خود را به 4 دسته تقسیم کنید: مهم و فوری، مهم اما غیر فوری، فوری اما غیر مهم و غیر فوری و غیر مهم. این تحلیل به شما کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی وظایف مهم و ضروری حفظ کنید. تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می توانید وظایف و فعالیت های خود را به ترتیب اهمیت و اولویت انجام دهید. این به شما کمک می کند تا بر روی اهداف اصلی خود تمرکز کنید و از دستیابی به نتایج مطلوب اطمینان حاصل کنید. استفاده از تکنیک‌های ماتریس اولویت، تکنیک‌های ماتریس اولویت مانند ماتریس اب به شما کمک می‌کنند تا وظایف خود را بر اساس اهمیت و ضرورت آنها دسته‌بندی کنید.
با استفاده از این تکنیک ها می توانید برنامه های خود را بهبود بخشید و زمان خود را به طور مؤثر مدیریت کنید. 5. داستان های موفق چگونه مدیریت زمان به موفقیت های بزرگ منجر شده است؟ برای درک بهتر تأثیرات مثبت مدیریت زمان و بهره‌وری، می توان به داستان های موفق افرادی که توانستند با استفاده از این اصول به موفقیت های بزرگ دست یابند، نگاهی بیندازیم. داستان آنا که به عنوان مدیر پروژه در یک شرکت بزرگ کار می کرد، با استفاده از تکنیک های مدیریت زمان و برنامه ریزی مؤثر، توانست پروژه های پیچیده را به موقع و با کیفیت بالا به پایان برساند. او با استفاده از تکنیک‌های زمان‌بندی و اولویت‌بندی توانست به موفقیت‌های حرف‌های بزرگ دست یابد و به عنوان یکی از مدیران برجسته شناخته شود. داستان جیک، نویسنده و سخنران انگیزشی، با استفاده از تکنیک‌های مدیریت زمان و بهره‌وری توانست کتاب‌های موفقی را منتشر کند و در کنفرانس‌های مختلف به سخنرانی بپردازد. او با برنامه ریزی دقیق و اولویت بندی وظایف به موفقیت های قابل توجهی در حرفه خود دست یافت. 6. نتیجه گیری، اهمیت مدیریت زمان و بهره‌وری در تحقق اهداف. مدیریت زمان و بهره‌وری از اصول کلیدی برای دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف شخصی و حرفه‌ای هستند. با استفاده از تکنیک های مؤثر برای برنامه ریزی، اولویت بندی، و حفظ تمرکز می توانید به بهبود کیفیت زندگی و رسیدن به نتایج مطلوب کمک کنید. به یاد داشته باشید که مدیریت زمان به شما این امکان را می دهد که از فرصت ها بهره برداری کنید و به موفقیت های بزرگی دست یابید. فصل 8، خلاقیت و نوآوری، چگونه ذهن خود را برای ایده های جدید و نوآورانه آماده کنیم؟ خلاقیت و نوآوری از جمله عواملی هستند که می توانند زندگی شخصی و حرفه‌ای را به طرز چشمگیری تغییر دهند. توانایی فکر کردن به شیوه‌های جدید و پیدا کردن راه حل‌های نوآورانه می تواند به شما کمک کند تا در زمینه‌های مختلف پیشرفت کنید و به موفقیت‌های بیشتری دست یابید. در این فصل به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های افزایش خلاقیت و نوآوری خواهیم پرداخت تا ذهن خود را برای ایده های جدید آماده کنیم. 1. اهمیت خلاقیت و نوآوری، چرا باید به این توانایی ها توجه کنیم؟ خلاقیت و نوآوری نقش کلیدی در پیشرفت فردی و حرفه‌ای دارند. این توانایی ها به شما کمک می کنند تا از محدودیت های سنتی فراتر بروید و راه حل های جدید و مؤثری برای مشکلات پیدا کنید. پیشرفت شخصی و حرفه‌ای، خلاقیت به شما این امکان را می‌دهد که به روش‌های جدید به مسائل نگاه کنید و ایده‌های نوآورانه ارائه دهید. این می‌تواند به شما کمک کند تا در حرفه خود پیشرفت کنید و فرصت‌های جدیدی را شناسایی کنید. حل مشکلات به شیوه‌های نوین، توانایی تفکر خلاق به شما کمک می‌کند تا به شیوه‌های جدید و مؤثری به مشکلات نزدیک شوید و راه حل‌های نوآورانه پیدا کنید. این می تواند به افزایش کارایی و موفقیت در پروژه ها و وظایف مختلف کمک کند. ایجاد تمایز و مزیت رقابتی، خلاقیت و نوآوری می توانند به شما کمک کنند تا از رقبا متمایز شوید و مزیت رقابتی کسب کنید. با ارائه ایده های جدید و راه حل های نوآورانه، می توانید در بازارهای مختلف برجسته شوید و به موفقیت های بیشتری دست یابید. 2. تکنیک های تقویت خلاقیت، روش های عملی برای افزایش توانایی های خلاقانه. برای افزایش خلاقیت و تقویت توانایی های نوآورانه، می توان از تکنیک ها و روش های مختلف استفاده کرد. این تکنیک ها به شما کمک می کنند تا به شیوه های جدید فکر کنید و ایده های جدید را به وجود آورید. تفکر خارج از چارچوب، یکی از روش های مؤثر برای افزایش خلاقیت، تلاش برای فکر کردن خارج از چارچوب‌های سنتی و معمول است. با امتحان کردن روش‌های جدید و نگاه کردن به مسائل از زوایای مختلف، می‌توانید ایده‌های نوآورانه‌تری پیدا کنید. ایجاد زمان برای تفکر خلاق، برای تقویت خلاقیت، لازم است که زمان مشخصی را به تفکر خلاق و ایده پردازی اختصاص دهید. این زمان می‌تواند شامل فعالیت‌های مختلفی باشد،
از جمله تفکر بدون محدودیت، مطالعه کتاب‌های الهام بخش و شرکت در جلسات فکری و کارگاه‌های آموزشی. استفاده از تکنیک‌های بارش مغزی، brainstorming به شما کمک می‌کنند تا ایده‌های جدید را به سرعت تولید کنید و به بررسی و توسعه آنها بپردازید. با استفاده از این تکنیک می توانید بدون نگرانی از قضاوت یا محدودیت ها ایده های خود را بیان کنید و به تولید راه حل های نوآورانه بپردازید. 3. تقویت نوآوری، روش ها و ابزارهای کارآمد برای اجرای ایده های جدید. نوآوری نه تنها به تولید ایده های جدید نیاز دارد، بلکه اجرای مؤثر آنها نیز اهمیت دارد. برای تقویت نوآوری و پیاده‌سازی ایده‌های جدید می‌توان از روش‌ها و ابزارهای مختلف استفاده کرد. تست و آزمایش ایده‌ها. برای اجرای موفق ایده‌های جدید لازم است که آنها را تست و آزمایش کنید. با استفاده از پروتوتایپ‌ها و مدل‌های آزمایشی می‌توانید عملکرد ایده‌های خود را بررسی کنید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کنید. جمع‌آوری بازخورد. دریافت بازخورد از دیگران می‌تواند به شما کمک کند تا ایده‌های خود را بهبود بخشید و نقاط ضعف آنها را اصلاح کنید. با مشورت با متخصصان و افراد با تجربه می‌توانید نظرات و پیشنهادات مفیدی دریافت کنید و بهبود نوآوری‌های خود بپردازید. پشتیبانی و منابع. برای اجرای موفق ایده‌ها ممکن است نیاز به منابع مالی، انسانی و فنی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که منابع لازم را برای پیاده‌سازی ایده‌های خود فراهم کرده اید و از حمایت‌های لازم بهره برداری کنید. 4. فرهنگ نوآوری. چگونه می‌توانیم محیطی خلاق و نوآورانه ایجاد کنیم؟ ایجاد یک فرهنگ نوآوری در محیط‌های کاری و زندگی می‌تواند به افزایش خلاقیت و اجرای مؤثر ایده‌های جدید کمک کند. برای ایجاد چنین فرهنگی می توان از روش های زیر استفاده کرد. تشویق به مشارکت و ایده پردازی در محیط های کاری و اجتماعی. تشویق به مشارکت و ارائه ایده های جدید می تواند به افزایش خلاقیت کمک کند. با ایجاد فضایی که در آن افراد آزادانه می توانند ایده های خود را بیان کنند، می توانید به تولید نوآوری های جدید و مؤثر بپردازید. پاداش و تشویق. پاداش و تشویق به خاطر تلاش‌های خلاقانه و نوآورانه می‌تواند به افزایش انگیزه و تعهد افراد به نوآوری کمک کند. با ایجاد سیستم‌های پاداش و تشویق می‌توانید به ارتقای فرهنگ نوآوری در محیط‌های مختلف کمک کنید. آموزش و توسعه. آموزش و توسعه مهارت‌های خلاقیت و نوآوری به افراد می‌تواند به افزایش توانایی‌های آنها در این زمینه کمک کند. با ارائه دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های خلاقیت می‌توانید به بهبود مهارت‌های نوآورانه و تقویت فرهنگ نوآوری کمک کنید. 5. داستان‌های موفق. چگونه خلاقیت و نوآوری به موفقیت‌های بزرگ منجر شده است؟ برای الهام‌گیری و مشاهده تأثیرات مثبت خلاقیت و نوآوری به داستان‌های موفق افرادی که توانستند با استفاده از این اصول به موفقیت‌های بزرگ دست یابند، نگاهی بیندازیم. داستان استیو جابز. استیو جابز، بنیانگذار اپل، با استفاده از خلاقیت و نوآوری، توانست محصولات نوآورانه‌ای را به بازار معرفی کند و صنعت تکنولوژی را تغییر دهد. او با تفکر خارج از چارچوب و ایجاد محصولات جدید و متفاوت به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. داستان ایلان ماسک. ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس‌آکس، با استفاده از خلاقیت و نوآوری در زمینه‌های مختلف، توانست به پیشرفت‌های چشمگیری در صنعت خودروهای برقی و سفرهای فضایی دست یابد. او با تفکر نوآورانه و اجرای ایده‌های جدید به تغییرات بزرگی در این صنایع کمک کرد. 6. نتیجه‌گیری، قدرت خلاقیت و نوآوری در تحول زندگی و حرفه. خلاقیت و نوآوری از اصول اساسی برای تحول و پیشرفت در زندگی شخصی و حرفه‌ای هستند. با استفاده از تکنیک‌های مؤثر برای تقویت خلاقیت و اجرای ایده‌های جدید، می‌توانید به موفقیت‌های بیشتری دست یابید و به تغییرات مثبت در زمینه‌های مختلف کمک کنید.
به یاد داشته باشید که خلاقیت و نوآوری به شما امکان می‌دهند تا از محدودیت‌های سنتی فراتر برید و به تحقق رویاهای خود نزدیک‌تر شوید. فصل 9: مدیریت استرس و حفظ سلامتی، چگونه فشارهای زندگی را کنترل کنیم و به سلامت روانی و جسمانی دست یابیم. مدیریت استرس و حفظ سلامت روانی و جسمانی از جمله چالش‌های اساسی در زندگی مدرن هستند. در دنیای پرمشغله و استرس‌زا، توانایی کنترل استرس و مراقبت از سلامتی خود می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش بهره‌وری کمک کند. در این فصل به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های مؤثر برای مدیریت استرس و حفظ سلامتی خواهیم پرداخت. 1. اهمیت مدیریت استرس. چرا باید به کنترل استرس توجه کنیم؟ مدیریت استرس به معنای توانایی مقابله با فشارها و چالش‌های زندگی به روشی سالم و مؤثر است. این مهارت به شما کمک می‌کند تا از تأثیرات منفی استرس بر روی جسم و روان خود جلوگیری کنید و به حفظ سلامتی کمک نمایید. پیشگیری از مشکلات سلامت. استرس مزمن می‌تواند منجر به بروز مشکلات سلامت جسمانی و روانی شود، از جمله بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا و اختلالات خواب. با مدیریت استرس می توانید از بروز این مشکلات جلوگیری کنید و به حفظ سلامت خود کمک کنید. افزایش کیفیت زندگی. کنترل استرس به شما کمک می کند تا با فشارها و چالش‌های زندگی به شیوه‌های سالم و مؤثر مقابله کنید. این می تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش آرامش و افزایش رضایت از زندگی کمک کند. افزایش بهره‌وری. استرس می تواند تأثیر منفی بر بهره‌وری و عملکرد شما داشته باشد. با مدیریت استرس می توانید تمرکز و انرژی خود را حفظ کنید و به نتایج بهتری در فعالیت ها و وظایف خود دست یابید. 2. تکنیک های مدیریت استرس. روش های عملی برای کنترل فشارها و آرامش روانی. برای مدیریت مؤثر استرس می توان از تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده کرد. این تکنیک ها به شما کمک می کنند تا با فشارهای زندگی به شیوه های سالم و مؤثر مقابله کنید و آرامش روانی خود را حفظ کنید. تنفس عمیق و آرامسازی. تکنیک های تنفس عمیق و آرامسازی می توانند به کاهش استرس و افزایش آرامش کمک کنند. با تمرین تنفس عمیق و تمرینات آرامسازی می توانید به کاهش تنش‌های جسمی و روانی خود بپردازید و به حالت آرامش دست یابید. مدیتیشن و ذهن‌آگاهی. مدیتیشن و تمرینات ذهن‌آگاهی به شما کمک می کنند تا تمرکز خود را افزایش دهید و از استرس‌های روزمره دوری کنید. با اختصاص دادن زمان به مدیتیشن و تمرینات ذهن‌آگاهی می توانید به افزایش آرامش و کاهش استرس کمک کنید. فعالیت‌های بدنی. ورزش و فعالیت‌های بدنی به شما کمک می کنند تا استرس را کاهش دهید و سلامت جسمانی خود را حفظ کنید. با انجام تمرینات منظم می توانید به افزایش انرژی، کاهش استرس و بهبود وضعیت روانی خود بپردازید. 3. حفظ سلامت جسمانی. نکات و توصیه‌ها برای مراقبت از بدن. حفظ سلامت جسمانی به عنوان یکی از اصول کلیدی برای مدیریت استرس و بهبود کیفیت زندگی مهم است. با رعایت نکات و توصیه‌های زیر می توانید به حفظ سلامت بدن و افزایش رفاه خود کمک کنید. تغذیه مناسب. داشتن رژیم غذایی سالم و متعادل می تواند به حفظ سلامت جسمانی و روانی شما کمک کند. با مصرف مواد غذایی متنوع و غنی از ویتامین ها و مواد معدنی می توانید به تقویت سیستم ایمنی و افزایش انرژی بدن بپردازید. خواب کافی. خواب مناسب و کافی به شما کمک می کند تا استراحت کنید و انرژی خود را بازسازی کنید. با رعایت الگوی خواب منظم و ایجاد شرایط مناسب برای خواب می توانید به بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس کمک کنید. پرهیز از عادات ناسالم. پرهیز از عادات ناسالم مانند مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر می تواند به حفظ سلامت جسمانی و روانی شما کمک کند. با انتخاب سبک زندگی سالم می توانید به بهبود وضعیت جسمانی و کاهش استرس بپردازید.
4. مدیریت زمان برای کاهش استرس. چگونه برنامه ریزی مؤثر می تواند به کاهش فشارها کمک کند؟ مدیریت زمان و برنامه ریزی مؤثر به شما کمک می کنند تا از استرس ناشی از بارکاری و فشارهای زمانی جلوگیری کنید. با استفاده از تکنیک های مدیریت زمان می توانید به بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس بپردازید. تنظیم اولویت ها با تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق می توانید وظایف و فعالیت های خود را به طور مؤثر مدیریت کنید و از فشارهای زمانی جلوگیری کنید. با استفاده از فهرست کارها و تکنیک های زمان بندی می توانید به کاهش استرس و افزایش بهره‌وری کمک کنید. مدیریت انتظارات. مدیریت انتظارات به معنای تعیین هدفها و انتظارات واقع بینانه است. با تعیین اهداف واقع بینانه و تقسیم وظایف به مراحل کوچکتر، می توانید به کاهش فشار و استرس ناشی از بار کاری کمک کنید. ایجاد زمان برای استراحت. اختصاص دادن زمان برای استراحت و تفریح به شما کمک می کند تا از فشارهای زندگی دوری کنید و به بازسازی انرژی و آرامش بپردازید. با ایجاد زمانهای مشخص برای استراحت و فعالیتهای لذت بخش، می توانید به کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی کمک کنید. 5. داستانهای موفق. چگونه مدیریت استرس و حفظ سلامت به موفقیت‌های بزرگ منجر شده است؟ برای درک بهتر تأثیرات مثبت مدیریت استرس و حفظ سلامت، به داستانهای موفق افرادی که توانستند با استفاده از این اصول به موفقیت‌های بزرگ دست یابند، نگاهی بیندازیم. داستان سارا. سارا، مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ، با استفاده از تکنیک‌های مدیریت استرس و حفظ سلامت جسمانی، توانست به موفقیت‌های قابل توجهی در حرفه خود دست یابد. او با استفاده از تکنیک‌های تنفس عمیق، مدیتیشن و ورزش منظم، توانست استرس را کنترل کند و به بهره‌وری بالاتری در کار خود دست یابد. داستان دیوید. دیوید، نویسنده و سخنران انگیزشی، با استفاده از روش‌های مدیریت استرس و حفظ سلامت روانی، توانست به پیشرفت‌های چشمگیری در حرفه خود دست یابد. او با رعایت رژیم غذایی سالم، خواب کافی و تکنیک‌های آرامسازی، به حفظ سلامت خود و افزایش کیفیت زندگی خود پرداخت. 6. نتیجه‌گیری. اهمیت مدیریت استرس و حفظ سلامت در تحقق موفقیت و رفاه. مدیریت استرس و حفظ سلامت جسمانی و روانی از اصول کلیدی برای تحقق موفقیت و رفاه در زندگی هستند. با استفاده از تکنیک‌های مؤثر برای کنترل استرس، مراقبت از بدن و برنامه‌ریزی مؤثر، می‌توانید به بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ کمک کنید. به یاد داشته باشید که مدیریت استرس و حفظ سلامت به شما این امکان را می دهند که از فشارهای زندگی دوری کنید و به زندگی سالم و رضایت بخش دست یابید. فصل 10. ساختن روابط مؤثر. چگونه می توانیم ارتباطات مثبت و سازندهایی برقرار کنیم؟ ساختن روابط مؤثر و برقرار کردن ارتباطات مثبت یکی از مهمترین اصول موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای است. روابط خوب نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به دستیابی به اهداف و موفقیت‌های بزرگ نیز منجر شود. در این فصل به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های ایجاد و حفظ روابط مؤثر و مثبت خواهیم پرداخت. 1. اهمیت روابط مؤثر. چرا باید به ارتباطات مثبت توجه کنیم؟ روابط مؤثر به معنای توانایی برقراری ارتباطات سازنده و مثبت با دیگران است. این مهارت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا در زمینه‌های مختلف موفقیت‌های بیشتری کسب کنید و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید. پیشرفت شغلی و حرفه‌ای. ارتباطات مؤثر می‌توانند به شما کمک کنند تا در محیط‌های کاری موفق‌تر عمل کنید و فرصت‌های شغلی بیشتری را شناسایی کنید. روابط مثبت با همکاران، مدیران و مشتریان می تواند به بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف حرفه‌ای کمک کند. ارتقای کیفیت زندگی. روابط مؤثر و مثبت می توانند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت شخصی کمک کنند. ارتباطات سالم با خانواده، دوستان
و افراد نزدیک به شما میتواند به افزایش شادی و آرامش روانی کمک کند. پشتیبانی و همکاری، داشتن روابط مؤثر به معنای وجود شبکه‌ای از حمایت کنندگان و همکاران است. این شبکه میتواند به شما کمک کند تا در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات، پشتیبانی و همکاری لازم را دریافت کنید و به حل مسائل بپردازید. دو، تکنیک‌های برقراری ارتباط مؤثر، روش‌های عملی برای ایجاد روابط مثبت. برای برقراری ارتباطات مؤثر و مثبت، میتوان از تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی استفاده کرد. این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا روابط سالم و سازنده‌ای با دیگران برقرار کنید و ارتباطات خود را بهبود بخشید. گوش دادن فعال، یکی از اصول مهم برقراری ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال به دیگران است. با توجه کامل به صحبت‌های طرف مقابل و نشان دادن علاقه و همدلی، می‌توانید به ایجاد رابطه‌های قوی و مثبت کمک کنید. بیان احساسات به صورت واضح و صادقانه برای برقراری ارتباط مؤثر، لازم است که احساسات و نیازهای خود را به صورت واضح و صادقانه بیان کنید. با استفاده از زبان صریح و بدون ابهام، می توانید به جلوگیری از سوء تفاهم‌ها و ایجاد روابط مثبت کمک کنید. احترام به نظرات و احساسات دیگران یکی از اصول کلیدی برقراری ارتباط مؤثر است. با توجه به نظرات و احساسات طرف مقابل و نشان دادن احترام و ارزش به آنها، می توانید به ایجاد روابط مثبت و سازنده بپردازید. 3. حل تعارضات و مشکلات در روابط، چگونه به رفع مشکلات و ایجاد توافقات بپردازیم؟ در هر رابطه‌ای ممکن است با تعارضات و مشکلاتی مواجه شویم. توانایی حل تعارضات به شیوه‌های سالم و مؤثر می‌تواند به بهبود روابط و افزایش کیفیت ارتباطات کمک کند. شناخت و درک مشکلات برای حل تعارضات، لازم است که مشکلات و اختلافات را به درستی شناسایی و درک کنید. با بررسی علل و عوامل مشکلات، می توانید به شناسایی راه حل‌های مناسب و مؤثر بپردازید. گفتگوی سازنده یکی از روش‌های مؤثر برای حل تعارضات است. با استفاده از گفتگوهای آرام و مثبت، می توانید به بررسی مشکلات و یافتن توافقات مناسب بپردازید و به رفع تعارضات کمک کنید. پذیرش مسئولیت در مواجهه با مشکلات و تعارضات می تواند به بهبود روابط و رفع مشکلات کمک کند. با قبول مسئولیت‌های خود و تلاش برای اصلاح اشتباهات، می توانید به ایجاد روابط مثبت و سازنده بپردازید. 4. ایجاد و حفظ روابط مثبت در محیط‌های مختلف، چگونه می‌توانیم ارتباطات مؤثر را در محیط‌های کاری، خانوادگی و اجتماعی برقرار کنیم؟ ایجاد و حفظ روابط مثبت در محیط‌های مختلف نیازمند توجه به ویژگی‌ها و نیازهای خاص هر محیط است. با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مناسب، می‌توانید به برقراری ارتباطات مؤثر در محیط‌های مختلف بپردازید. در محیط‌های کاری ایجاد روابط مؤثر با همکاران و مدیران میتواند به بهبود عملکرد و موفقیت‌های شغلی کمک کند. با توجه به نیازهای کاری و حرفه‌ای میتوانید به ایجاد روابط مثبت و سازنده در محیط کار بپردازید. محیط‌های خانوادگی، روابط خانوادگی به معنای ایجاد ارتباطات مثبت و حمایتی با اعضای خانواده است. با توجه به نیازهای عاطفی و ارتباطی اعضای خانواده، می توانید به ایجاد روابط سالم و حمایت کننده بپردازید. در محیط‌های اجتماعی، ایجاد روابط مؤثر با دوستان و افراد جدید می تواند به افزایش کیفیت زندگی و ایجاد شبکه‌های حمایتی کمک کند. با استفاده از تکنیک‌های برقراری ارتباط مثبت، می توانید به بهبود روابط اجتماعی و افزایش رضایت شخصی بپردازید. 5. داستان‌های موفق، چگونه برقراری ارتباطات مثبت به موفقیت‌های بزرگ منجر شده است؟ برای درک بهتر تأثیرات مثبت برقراری ارتباطات مؤثر، به داستان‌های موفق افرادی که توانستند با استفاده از این اصول به موفقیت‌های بزرگ دست یابند، نگاهی بیندازیم.
داستان ماریا، مدیر بازاریابی یک شرکت بین‌المللی، با استفاده از تکنیک‌های برقراری ارتباط مؤثر و ایجاد روابط مثبت با همکاران و مشتریان، توانست به موفقیت‌های بزرگی در حرفه خود دست یابد. او با استفاده از گوش دادن فعال، بیان صادقانه احساسات و احترام به نظرات دیگران، به بهبود روابط کاری و دستیابی به نتایج مطلوب کمک کرد. داستان جیمز، مؤسس یک استارتاپ فناوری، با استفاده از روش‌های مؤثر برای حل تعارضات و مشکلات در روابط کاری و خانوادگی، توانست به موفقیت‌های چشمگیری در کسب و کار خود دست یابد. او با استفاده از گفتگوهای سازنده و پذیرش مسئولیت، به رفع مشکلات و ایجاد روابط مثبت پرداخت و به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. 6. نتیجه گیری، اهمیت برقراری ارتباطات مؤثر در تحقق موفقیت و رفاه. برقراری ارتباطات مؤثر و مثبت از اصول کلیدی برای تحقق موفقیت و رفاه در زندگی است. با استفاده از تکنیک‌های مؤثر برای ایجاد و حفظ روابط مثبت، حل تعارضات و ارتباطات سازنده، می‌توانید به بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ کمک کنید. به یاد داشته باشید که روابط خوب نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنه، بلکه می‌تونه به تحقق اهداف و موفقیت‌های بزرگ نیز منجر بشود. بخش پایانی، سفر به سوی تحقق پتانسیل‌های نهفته، جمع بندی و دعوت به عمل. در مسیر یادگیری و رشد فردی، آنچه که بیش از همه اهمیت دارد، درک و بهره برداری از پتانسیل‌های نهفته درون ماست. در این کتاب، با بررسی اصول علمی و عملی مرتبط با پرورش ذهن برتر، یاد گرفتیم که چگونه می‌توانیم با استفاده از دانش و تکنیک‌های مختلف به رشد فردی و تحقق اهداف خود دست یابیم. حالا وقت آن است که این آموخته‌ها را به عمل درآوریم و به تغییرات واقعی در زندگی خود بپردازیم. 1. نگاه به مسیر طی شده، مرور اصول کلیدی و تأمل در یادگیری‌ها. در طول این کتاب، به بررسی اصول و تکنیک‌های متنوعی پرداختیم که به پرورش ذهن برتر و بهره‌برداری از پتانسیل‌های نهفته کمک می‌کنند. از بررسی قدرت سکوت و اهمیت آرامش درونی تا تکنیک‌های تغییر باورها و مدیریت استرس، هر یک از این مباحث نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کنند. مرور این اصول و تأمل در یادگیری‌های حاصل شده می‌تونه به ما کمک کند تا درک عمیق‌تری از مسیر رشد فردی خود پیدا کنیم و به اجرای مؤثرتر تکنیک‌ها بپردازیم. 2. دعوت به عمل، چگونه می‌توانیم آموخته‌ها را در زندگی روزمره به کار بگیریم؟ آموخته‌ها و تکنیک‌های ارائه شده در این کتاب تنها زمانی ارزشمند خواهند بود که در زندگی روزمره خود به کار گرفته شوند. برای اینکه بتوانید تغییرات واقعی را تجربه کنید و به موفقیت‌های بزرگ دست یابید، باید به اجرای این تکنیک‌ها و استفاده از اصول علمی توجه کنید. در اینجا چند گام عملی برای آغاز این مسیر پیشنهاد می‌شود. تعیین اهداف مشخص. با تعیین اهداف مشخص و واقع‌بینانه، می‌توانید جهت‌گیری واضحی برای تلاش‌های خود داشته باشید. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را مشخص کنید و برنامه‌های عملی برای دستیابی به آنها تدوین کنید. ایجاد عادات مثبت برای تحقق اهداف خود و بهبود کیفیت زندگی، لازم است که عادات مثبت و سازنده‌ای را در زندگی روزمره خود ایجاد کنید. این عادات می‌توانند شامل تمرینات ذهن‌آگاهی، مدیریت استرس و بهبود ارتباطات باشد. پیگیری پیشرفت‌ها. برای ارزیابی پیشرفت‌های خود و شناسایی نقاط قوت و ضعف، لازم است که به طور منظم پیشرفت‌های خود را پیگیری کنید. این پیگیری می‌تواند به شما کمک کند تا بهبودهای لازم را اعمال کنید و به اهداف خود نزدیک‌تر شوید. 3. نگاهی به آینده، امید و انگیزه برای ادامه مسیر. مسیر رشد فردی و تحقق پتانسیل‌های نهفته، مسیر طولانی و پیوسته است، نیازمند امید و انگیزه مداوم است. با توجه به ابزارها و تکنیک‌هایی که در این کتاب معرفی شد، می‌توانید به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود بپردازید
و به سوی تحقق اهداف بزرگتر حرکت کنید. به یاد داشته باشید که هر گام کوچک به سوی بهبود و رشد در نهایت به موفقیت‌های بزرگ و تحولاتی عظیم منجر خواهد شد. 4. منابع و مطالعات تکمیلی، ادامه مسیر یادگیری و توسعه فردی. برای ادامه مسیر یادگیری و توسعه فردی، می توانید به مطالعه منابع و کتاب‌های مرتبط با موضوعات مختلفی که در این کتاب بررسی شد، بپردازید. این منابع می توانند به شما کمک کنند تا به تعمیق دانش خود بپردازید و تکنیک‌های جدیدی را برای رشد و بهبود زندگی خود بیاموزید. کتاب‌های علمی و تحقیقاتی، کتاب‌ها و مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مانند روانشناسی، مدیریت استرس و توسعه فردی می توانند به شما درک عمیق‌تری از اصول و تکنیک‌های مورد استفاده در این کتاب ارائه دهند. دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها، شرکت در دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی می تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های جدیدی را بیاموزید و بهبودهای بیشتری در زندگی خود ایجاد کنید. گروه‌های حمایتی و مشاوره، عضویت در گروه‌های حمایتی و مشاوره می تواند به شما کمک کند تا از تجربیات و نکات مفید دیگران بهره برداری کنید و به حمایت و مشاوره لازم دست یابید. 5. کلام پایانی، شروع سفر جدید با اعتماد به نفس و امید. اکنون که با اصول و تکنیک‌های پرورش ذهن برتر آشنا شده اید، وقت آن است که سفر جدید خود را با اعتماد به نفس و امید آغاز کنید. به یاد داشته باشید که هر تغییر بزرگی با یک قدم کوچک آغاز می شود و با تلاش مداوم و پایدار می توانید به اهداف خود دست یابید و زندگی پر از موفقیت و رضایت را تجربه کنید.